همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها کاروانی یک هزار نفره از مسلمانان کشورهای عراق، کویت، افغانستان، الجزایر و عمان با پای پیاده به بارگاه منور حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف شدند. سید عبدالرسول الموسوی مسئول این کاروان در این خصوص اظهار کرد هر ساله در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و برای عرض تسلیت به پیشگاه امام هشتم جمع زیادی از مشتاقان و محبین اهل بیت علیهم السلام از کشورهای مختلف پای پیاده مسیر نیشابور تا شهر مقدس مشهد را طی کنند تا در سال روز شهادت این بانوی گرامی در حرم متحر رضوی حضور داشته باشند وی هدف از اجرای این حرکت فرهنگی را ترویج معارف فاطمی در جامعه و تبیین معارف فضایل و مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها عنوان کرد و افزود اعضای این کاروان با اعلام فراخانی که از چند ماه قبل اعلام شده است خود را از کشورهای مختلف همچون اراق، کویت، افغانستان، الجزایر و عمان به شهر مقدس قم میرسانند و پس از حرکت به سمت نیشابور در امامزاده محروق شهر نیشابور تجمع کرده و از آنجا به سمت شهر مقدس مشهد روی کردند. الموسوی بیان کرد مسیر روی چهار روز به طول انجامید و در طول مسیر این زائران با توقف در اماکن مذهبی هر شهری به عزاداری و زنی به سبک و سیاق ملیت خود پرداختند وی با بیان اینکه مسنترین فرد این گروه زائری 80 ساله و از شهر مقدس نجف از گفت این کاروان شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از چهار روز پیاده روی به حرم متحر رضوی مشرف شدند و به مدت دو روز در شهر مقدس مشهد حضور خواهند داشته و به عزاداری خواهند پرداخت